غزلی که انتخاب شده است برای این جلسه غزل شماره 1372 هست، از عجایب غزلیات حضرت مولاناست و از طرف غزلیاتی است که البته حضرت مولانا در انبان عاشقانه خود کم از آنها ندارد و غالب غزلیات مولانا گویا برای اولین و آخرین بار در جهان گفته شده، سروده شده. نه مقدمی دارد این غزلیات و نه تالی دارد، نه قبل از ایشان کسی توانسته است چنین غزلیاتی بگوید و نه بعد از ایشان تا زمان فعلی کسی توانسته است که چنین غزلیات عظیمی رو بسرایت. و البته این غزل عجیب‌تر از غزلیات دیگر اوست و از خداوند می‌خواهم که توفیق عنایت فرماید و روح حضرت مولانا بر ما واثق باشد که انشاءالله بتوانیم مشکلات خاصی که در ابیات این غزل بسیار زیبا هست او رو بتوانیم تا حد امکان بگشاییم. آن چیزی که دوستان خدمت شما ارائه فرموده اند به شکل شیوا و منقه 20 بیت از این غزل بسیار زیباست و البته گویا در نسخه‌ای که بوده است 4 بیت جا افتاده و من بنابراین مجبور شدم از نسخه خودم میخوانم. 4 بیت در نوشتار نیست، در اواخر غزل است که او رو من خدمتتون میخونم و شرح میکنیم. انشاءالله بعدا مراجعه میفرمایید و اگر موردی بود در این باره با هم سخن میگوییم. این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام، این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام، این بار من یک بارگی از عافیت ببریده ام، دل راز خود برکنده ام، با چیز دیگر زنده ام، عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیده ام. ای مردمان ای مردمان، از من نیاید مردمی، دیوانه هم نندیشدان کندر دل اندیشیده ام. دیوانه کوکب ریخته از شور من بگریخته، من با اجل آمیخته در نیستی پریده ام. امروز عقل من ز من یک بارگی بیزار شد، خواهد که ترساند مرا، پنداشت من نادیده ام. من خود کجا ترسم از او، شکلی بکردم بهر او، من گیج کی باشم ولی قاصد چنین گیجیده ام. از کاسه استارگان و از خون گردون فارقم، بهر گدارویان بسی من کاسه حالی سیده ام. من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده ام، حبس از کجا من از کجا، مال کرا دزدیده ام. در حبس تن غرقم به خون و از اشک چشم هر حرون، دامان خون آلود را در خاک می مالیده ام. مانند طفلی در شکم
من پرورش دارم ز خون یک بار زاید آدمی، من بارها زاییدم. چندان که خواهی در نگر در من که نشناسی مرا، چندان که خواهی در نگر در من که نشناسی مرا. زیرا از آن کم دیده ای من صد صفت گردیده ام، زیرا از آن کم دیده ای من صد صفت گردیده ام. در دیده من اندر آ و از چشم من بنگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگهی بگزیده ام. تو مست مست سرخوشی، من مست بی سر سرخوشم. تو عاشق خندان لبی، من بی دهان خندیده ام. من طرف مرغم کز چمن با اشتهای خیشتن، بی دام و بی گیرنده ای اندر قفس خیزیده ام. زیرا قفس با دوستان خوشتر ز باغ و بوستان، زیرا قفس با دوستان خوشتر ز باغ و بوستان. بهر رضای یوسفان در چاه آرامیده ام. در زخم او زاری مکن، دعوی بیماری مکن. صد جان شیرین داده ام تا این بلا بخریده ام. چون کرم پیله در بلا در اطلس و خز می روی، بشنو ز کرم پیله هم کاندر قبا پوسیده ام. پوسیده ای در گور تن، رو پیش اسرافیل من کز بهر من در سور دم کز گور تن ریزیده ام. نی نی چو باز ممتحن بردوز چشم از خویشتن، مانند طاووسی نکو من دیبه ها پوشیده ام. پیش طبیبش سر بنه، یعنی مرا تریاق ده، زیرا در این دام نزه من زهرها نوشیده ام. تو پیش حلوایی جان شیرین و شیرین جان شوی، زیرا من از حلوای جان چون نیشکر بالیده ام. عین تو را حلوا کند به زان که صد حلوا دهد، عین تو را حلوا کند، عین تو را حلوا کند به زان که صد حلوا دهد. من لذت حلوای جان جز از لبش نشنیده ام. خاموش کن کاندر سخن حلوا بیفتد از دهن، بی گفت مردم بو برد زان سان که من بوییده ام. هر غوره ای نالان شده، هر غوره ای نالان شده که شمس تبریزی بیا کز خامی و بی لذتی در خویش چغزیده ام. هر غوره ای نالان شده که شمس تبریزی بیا کز خامی و بی لذتی در خویشتن چغزیده ام. خب مولانا در این غزل با حال و هوای خاص واقعا در یک عالم دیگری است، در عالمی که فراتر از دیدگاه های امثال بنده هست که بتوانیم این دیدگاه های بسیار عظیم رو درک کنیم. حالاتی که مولانا دارد انصافا قابل حس و قابل درک نیست، اما به میزانی که خداوند توفیق می‌دهد و هر کس از ما به اندازه تجربیاتی که داریم
می توانیم از این سخنان مولانا بهره ببریم. اساساً تمامی مسائل عرفان این گونه هست. عرفان چیزی است که خارج از سخن است، مقوله است که خارج از گفتار و نوشتار است و بدترین حیثیت شأن عرفانی این است که انسان مجبور شود بگوید و بنویسد و دم زند یا شرح کند. عرفان از باب موقعیت درونی خیش چیزی است که با تجربیات درونی هر شخص پیوند راستین و عمیق و دقیق دارد و هر کسی که می‌خواهد عرفان و مقولات عرفانی و سخنان عارفان را بفهمد و نیک دریابد لازم و ضروری است که حتما خود تجربیاتی هرچند اندک از این مقوله داشته باشد، وگرنه کسانی که تجربیات فردی نسبت به این موضوعات نداشته باشند مطمئناً از درک این مسائل باز خواهند ماند. در این جمع چون همه از بزرگان و عارف مسلکان و کسانی هستند که با این مقولات آشنا هستند و با این مقولات زندگی می کنند، از این جهت مشکل کمتر است و ما به راحتی می توانیم سخن بگوییم و بسنده کنیم و اکتفا کنیم به تجربیات خاص دوستان نسبت به این مراحل. راجع به عاشقی زیاد سخن گفتیم و دیگر مجال آن نیست که راجع به آن اینجا هم سخن بگوییم. این غزل، این 24 بیتی که در پیش روی شماست و قرائت شد، شرح عاشقی است، شرح عاشقی و عشقی حقیقی و عشقی که تمامی وجود شخص رو مسخر کرده و تمامی وجود شخص رو به غارت برده است و در کمینه و در قفس خود نگه داشته است. کمند عشق بر گردن او راست آمده است و او رو از آن خود کرده است و اون عاشق مطلق و معشوق مطلق و آن عشق محض همه این انسانها را به حال و هوایی و به شرایطی و با غمزه‌ای و کرشمه‌ای و نازی به سمت خود می کشاند. این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده‌ام، این بار من یک بارگی از عافیت ببریده‌ام. یک بارگی یعنی اینکه انسان کاری رو می‌خواهد با مراتبی انجام دهد. یک کار اگر وابسته به مراتب خاصی است که باید در شرایط خاص خود انجام شود، مثلا 5 مرحله، 6 مرحله، 10 مرحله این کار باید انجام شود. اگر انسان بیاید و یک بار تمامی این 6 مرحله و 10 مرحله و 100 مرحله رو یک بار عبور کند، بهش میگن یک بارگی. منظور مولانا از این مباحث آن است که آنچه که عرفای دیگر و بزرگان دیگر در میدانهای مختلف و در گامها و قدمهای متفاوت بیان کرده اند، گفته اند راه‌های رسیدن به خداوند 1000 مقام است و 1000 رتبه است، بعضی گفته اند 10000، بعضی گفته اند 18000 قدم صدق در راه خدا باید گذاشت تا به او رسید، بعضی گفته اند 100 میدان است و 100 میدان پرخطر. اما مولانا میگوید من با یک عشق و با غمزه آن عاشق و معشوق کل و با عنایت آن حضرت معشوق یک بارگی همه اینها را در نوردیدم، همه این راه ها را گذشتم. این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیدم. پیچیده شدن یعنی اینکه انسان از آن رهایی پیدا نکند. ما به جامه میپیچیم، به پتو میپیچیم، به چیزی که خودمان را میپیچانیم و پیچیدن مفهوم محاکی و احاطه دارد، یعنی انسان توسط یک امر محتوم، یک امر خاص
پیچیده می شود و محاط او واقع می شود و آن محیط همه وجود او را در بر می گیرد. هر جا که نگاه می کند او را می بیند. مانند کرم پیله‌ای که در اینجا بیان کرده است. پیله وقتی به دور خود پیله‌ای می تند اول خود را آزاد می پندارد. اما آنگاه که بر این تارها و رشته‌ها افزود ناگهان می بیند که در آن چه که خود بافته است پیچیده شده است و قدرت رهایی از آن را ندارد و رها نخواهد شد جز آنکه این پیله بمیرد و البته از آن میتوان ابریشم‌های الوان و بسیار زیبا به دست آورد. انسان عاشق وقتی در عاشقی پیچید همه چیز وجود او عشق میشود. اگر از به کرم پیله از بیرون نگاه کنیم او رو توده‌ای از الیاف خواهیم دید، توده‌ای از الیاف ابریشم و درون او رو نخواهیم دید چون او در الیاف پیچیده است. انسانی که در عشق پیچیده باشد وقتی به او می‌نگرید جز عشق مجسم از او چیزی در نظر نخواهد آمد. این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام، این بار من یک بارگی از عافیت ببریده ام. خب عاشقی و عافیت با هم دیگر نسبت دارد. مولانا در این غزل بسیار زیبا تمامی نسبت‌های دیگری که با عشق به وجود می آید رو در اینجا تا حدودی بیان کرده است. نسبتی که عقل با عشق دارد، نسبتی که عافیت با عشق دارد، نسبتی که اندیشیدن با عشق دارد. همه این 23 بیت بعدی غزل در حقیقت همان نسبت‌هایی است که مولانا نسبت به عشق ایجاد می‌کند و تکلیف این نسبت‌های بیگانه از عشق رو با عشق معین می‌کند. نسبت‌هایی که ایجاد می‌شود و مولانای عاشق اینها رو با خود می‌سنجد و تکلیف همه اینها رو به شکل واضح و روشن و آشکار معین می کند. اولین چیزی که مولانا در اونجا تکلیف او رو با عشق معین می کند عافیت است. عافیت یعنی سلامت، یعنی سلامتی، تندرستی، خوب بودن. و انسان‌هایی که همه انسان‌های معمولی همه دوست دارن سلامت باشن، وقتی مریضی به سراغشان آمد ناله می‌کنند و افسوس می‌خورند چرا مریض شدم. عشق مرضی است که وقتی که می‌آید تمامی عافیت‌ها رو با خود می‌برد. عشق انده و حسرت است و زاری، عاشق مشوید اگر توانید. عشق کار دیگری جز اندوه و حسرت و زاری ندارد در بد و امر. و البته پس از آن وقتی که عاشق به معشوق رسید آنجا هم همچنان که گفته ایم همه طرب و بهجت و شادی و خوشحالی و خوشنودی است. عافیت اولین چیزی است که عاشق باید کنار بنهد. کسی که دنبال عافیت است نباید دنبال عاشقی برود. و البته توفیق عشق هم پیدا نمی کند. کسی که دنبال تندرستی تن و بدن و روح است دنبال این نمی رود. حتی کسانی که طالب آرامش روحی و روانی هستند، آنهایی که با این وسایل که جدیداً به وجود آمده مانند NLP و روش های موفقیت و این گونه مسائل، کسانی که عاشقانه میخواهند زندگی کنند با اینها هم چندان سر سازگاری و درستی ندارند. از همه اینها بریده اند، از عافیت جسمانی و حتی از عافیت روحانی بریده اند. کسانی که دنبال آرامشند، دنبال آسایشند، نباید دنبال عرفان بروند. البته این عرفانهای کاذبی که مطرح میشود که شما عارف شوید تا ما به شما آرامش دهیم، راجع به این اگر فرصتی بود یه روز صحبت می‌کنیم، ولی امروز از بحث اصلی باقی نمانیم. اینکه این عرفان‌های دروغینی که مطرح می‌شود ما آرامش به شما می‌دهیم،
عرفان اساسا ضد آرامش. باید همه کارهامون رو و ذهنمون رو و امنیت فکریمون رو هممون این رو باید بدونیم. شاید این رو کسی نتواند بگوید، ولی بایستی گفت که عرفان ذاتاً با آرامش مخالف است. چرا که عشق با آرامش مخالف است. عشق چگونه میتواند انسان رو به آرامش برساند؟ چه کسی میتواند بگوید من عاشقم و آرامش دارم؟ مگر در دوری از معشوق انسان آرامش دارد؟ مگر حتی وقتی در حضور معشوق است او آرامش دارد؟ بنابراین ذات عشق و مفهوم محتوای اصلی عشق این است که با عافیت باید برید، و البته این رو باید یک بارگی برید، باید یک بارگی این کار رو کرد. مانند این که انسان میخواهد در یک آب سرد برود، اگر یک باره بپرد در آن آب به هر حال قصه حل مشکلی چندان نخواهد بود، اگر ولی اگر بخواهد که اندک اندک اعضاشو وارد اون آب سرد بکنه شکنجه ای خواهد بود. از این جهت است که این یک بارگی مهمه. یک بارگی در عاشقی پیچیدن و یک بارگی از عافیت بریدن کار انسانهای بزرگه است و البته بسیار سترگ، بسیار سخت و بسیار صعب. آنچنان چه خیلی ها ادعا می کنند و می آیند ولی در وسط راه رها می کنند. این عاشقان عشقهای دروغین و مدعیان عشق اندک نیستند. آنهایی که از عشق سخن می گویند اما وقتی به مرحله عمل می رسند پا پس می گذارند. این اصلیست، این اصل است. عشق از اول، عشق از اول سرکش و خونی بود. عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. عشق اگر عشق حقیقی است انسان بایستی در تب و تاب باشد، از عافیت ببرد. ولی اگر کسی احساس میکند عاشق است ولی تب و تابی ندارد و همراه با عافیت است، این مفهوم مخالف این در حقیقت بیت است که انسانی ممکن است خود را عاشق بداند، مانند خیلی ها که الان در جامعه ما حضور دارند، خود را عاشق می دانند و اما اهل عافیتند. بایستی بدانند که عاشق اهل عافیت نیست. اگر اهل عافیت است پس عاشق نیست. خود را نباید فریب دهند. عشق و عافیت آبشون در یک جو نخواهد رفت. این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده‌ام، این بار من یک بارگی از عافیت ببریده‌ام، دل راز خود برکنده‌ام، با چیز دیگر زنده‌ام، عقل و دل و اندیشه را از بی خوبون سوزیده‌ام. انسان اگر دل از خود بر نکند و از خود بیرون ننهد قدمش رو، قدم صدقی رو از خود به بیرون ننهد، هرگز نخواهد توانست در عاشقی پیچیده باشد. دل راز خود برکنده ام، با چیز دیگر زنده ام. ما همه با جان، با من زنده هستیم، با نفسی که هست. همیشه این رو به خودمون یادآوری میکنیم، به دیگران هم همیشه این من رو یادآوری. من گفتم، من رفتم، من شنیدم. این منها رو هم به خودمون، این من دروغین رو هم به خودمون غالب میکنیم و هم به دیگران غالب میکنیم. این من دروغین رو باید رها کرد. دل راز خود برکندم. برکنده یعنی قلع کردن. برکندن یعنی این که هیچ اثری از حالت قبلی در آن باقی نماند. یک گیاه رو ممکن است شما برگش رو، گلش رو و ساقش رو بچینید، ولی اصلش باش. اینجا باید از بیخوبون، از ته برکنده شود، وگرنه ممکن است آن دوباره همچنان رشد کند
و ریشه بدواند و انسان نتواند که به آنجا برسد. مولانا در اون قصه مشهور خاربن بیان می کند که در مثنوی شریف بیان می کند که یک خاری بود در راهگذاری و در رهگذاری یک شخص آمد گفت خب حالا این خار بماند، در فردا ای رو قلع می کنم، ای رو بر می کنم، از بیخوبون در می آورم. گذاشت ماند، کم کم زمان گذشت، یک سال دو سال این پیرتر شد و آن خاربن قوی‌تر و ریشه‌هایش عمیق‌تر. آنگاه که خواست این رو برکند دید نمی‌تواند. اگر از اول به یک بارگی این رو از بیخ و بن بر نکند، انسان دیگر بعداً نمی‌تواند چون این کاری کند. انسان اگر نفس خود رو اول از بیخ و بن بر نکند، نفسانیات رو از خود دور نکند، از دل خود قلع نکند، رفته رفته کار سخت‌تر خواهد شد و اساساً غیر ممکن خواهد بود. دل راز خود برکندم. دلم مال خودشه، خود هم مال خودشه، اما حتی خود را از خود برکنده است. با چیز دیگر زنده ام. با چه چیز زنده است؟ زنده به حضرت معشوق، بقا بالله. وقتی فنا فی الله شد، فنا کرد خودی خود رو و دل از خود برکند، یعنی فنا فی الله. با چیز دیگر زنده ام، یعنی بقا بالله، بقا دارم به وجود خداوند حضرت الله. دل راز خود برکنده ام، با چیز دیگر زنده ام، عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیدم. ما در بین شعرا داریم که گفتن عقل رو کنار بگذار، داریم، ولی هیچ کدام نگفته دل رو کنار بگذار. این از مختصات مولاناست که چنین بی محابا سخن میگوید. میگوید که عقل رو کنار بگذار، حتی دل رو هم کنار بگذار. دیگرانی که گفتن عقل رو کنار بذار، دل رو محکم بگیر. مولانا میگوید از هر چه غیر اوست خود رو دور کن، قلع کن و اینها رو از بیخوبان برکن و به دور انداز، که تو بی اینها خوشی و با اینها ناخوشی. عقل مانند یک سرطانی است در درون وجود انسان، سرطانی که نفوذ کرده است در تمامی عمق وجود. این اندیشیدن مانند سرطان مغز است که در وجود انسان هست. این اندیشیدن هرگز اجازه نمی‌دهد که انسان از نفحات انسیه و نفحات الهیه برخوردار باشد. این اندیشیدن چون کار عقل است و کار عقل دفع مضرت و جلب منفعت است، بنابراین این اندیشیدن هرگز انسان عاشق رو به حقیقت رهنمون نخواهد شد. اگر بیاندیشد چه خواهد گفت؟ چه کسی می اندیشد و در این اندیشه سختی رو بر آسانی ترجیح می دهد؟ چه کسی چنین می کند؟ چه کسی ناروایی رو بر روایی و بیماری رو بر سلامتی بر می گذیند؟ اگر انسان اندیشه کند چنین، مطمئنن چنین نخواهد کرد. این بی اندیشگی است که می تواند عشق رو کامل کند و عشق رو حتمی کند و عشق رو درگیر وجودی انسان بکند و در عاشقی پیچیده شود. دل راز خود برکنده ام، با چیز دیگر زنده ام، عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیده ام. سوخته ام، سوزانده ام، یعنی اینکه عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن باید سوزاند. خودم ها روشی داشتن وقتی که هنوز این مواد آنتی بیوتیک و اینها نبود و قبل از اینکه این مواد پنیسیلین و اینها کشف بشود، بعضی وقتها مرضهایی به وجود می آمد که هیچ راهی نداشت و یا مجبور می شدند اعضا رو ببرند یا مجبور می شدند داغ بزنند و این روش معمولی بوده در آن زمان
که بعضی از چرک‌ها و فسادهای بدن رو جز به وسیله سوختن از بیخوبون نمیتوانستن درمان کنن و البته الان این کار رو به وسیله لیزر یا وسایل دیگر انجام میدهند، اما در آن زمان سوزاندن به شکل حربه های خاصی بوده که مستحضر هستید. این که عقل و دل و اندیشه رو باید، این سرطان عقل رو، سرطان اندیشه رو، این اسم رو من از خودم میگذارم، امیدوارم که خیلی ناروا نباشد، این سرطان عقل و سرطان دل و سرطان اندیشه رو که در تمامی وجود ما لانه کرده است و جایگاه خود کرده است وجود ما رو، این رو باید از بیخوبون سوزاند، این سلولهای سرطانی رو باید سوزاند، وگرنه این حتی یک سلول، ده سلول، چند سلول بماند، باز دوباره رشد سرطانی خواهد کرد و کار رو باز خراب خواهد کرد. ای مردمان، ای مردمان، از من نیاید مردمی، دیوانه هم نندیشدان کن در دل اندیشیدم. رو می کند به خطابش به مردمان، از همون خطابی که فرمودن، خطاب کلی. ای مردمان، ای مردمان، از من نیاید مردمی. همه نگاه میکنن به این عاشقان، همچنان که به مجنون نگاه میکردند. عده‌ای دلشان به حالش میسوخت. به مجنون میگفتن آخه تو چرا این چنین میکنی؟ تو که بابات به قول امروزی ها پول داره، خودت آدم شایسته و بزرگی هستی، خب لیلی رو رها کن، بیا برو با یک کس دیگری ازدواج کن، فلان دختر پادشاه رو برات، فلان دختر رئیس قبیله رو برات بگیریم، یه خونه‌ای برات بسازیم، بیا قشنگ مثل بقیه انسان‌ها، مثل بقیه زندگی کن. چته؟ دنبال علم هستی برو مکتب خانه، دنبال ثروت هستی برو کار کن، اصلا خیلی کارهای خوبی هست، چرا این کار رو می‌کنی؟ و همه می آمدن به او، از روی دلسوزی به او می گفتن که چرا چنین هستی؟ خب حالا کسی که مجنون نیست این رو خواهد پذیرفت دیگه، خودش جنون رو درک نکرده باشد، خودش جنون عشق رو اندکی، حتی اگر دقیقه ای و ساعتی درک نکرده باشد و بهش مبتلا نشده باشد، هرگز به مجنون حق نخواهد داد که چرا این چنو میکنی؟ چرا از عافیت بریده ای؟ چرا از خیشتن قهر کرده ای؟ چرا خودت رو شکنجه میکنی؟ چرا خود رو اذیت میکنی؟ ببین بچه های مردم، ببین پسر های مردم، دختر های مردم چگونه زندگی میکنن، تو هم مثل آنها باش، تو هم برو ساده و آسان زندگی کن. این ندای عافیت طلبی مردمه. به مولانا هم میگفتن، مولانا شما که فقیه بودی، جامعه شرایط بودی، عالم بودی و فتوا میدادی، 500 دانشجو داشتی و اساتید در کلاس تو حاضر میشدن، تو چگونه شد همه اینها رو به خاطر یک نفر، به خاطر یک شخص مانند شمس تبریزی که معلوم نبود، نه سخنش معلوم بود، نه حرکاتش، نه از کجا آمده است و نه به کجا رفت، اینها هیچ کدام معلوم نبود، چه شد که این همه عافیت رو، عقل رو، اندیشه رو و دل رو دادی به آن و از همه اینها گذشتی؟ هی نصیحت میکنند، اما او چون یک بارگی در عاشق پیچیده است، از اونها دوری میکنند. اساسا یک رمزی خدمتتان بگم، چرا این مردم مجنون رو و مولانا رو و عاشقان دیگر رو نصیحت میکنند؟ به نظر من یک دلیل بیشتر ندارد. خود اینها خیلی دوست داشتند عاشق باشند، اما چون جربزه و توان این عاشقی رو نداشتند، بنابراین از عاشقی دیگران جلوگیری کردند. عشق یک چیز درونی، یک چیز فطری است در درون انسان، هر کس که نتواند رد میکند. الان اگر از ریاضت سخن گفته شود، یک عده که حال و حوصله ریاضت ندارند، خواهم آها اینها نمیدانم چی و چی هست، این کارها درست نیست، چون خود حال و حوصله ای رو ندارد. اگر بپذیرد که ریاضت خوب است، باید خود ریاضتی انجام دهد. چگونه میتواند
چون ریاضتی داشته باشد. هوای نفس اجازه نمیدهد. بنابراین اصل ریاضت رو میکوبد تا اینکه خود به آن مجبور نشود. کسانی که به دنبال عاشقی رفتند و نتوانستند عاشقی کنند و در راه عشق نتوانستند قدمی بردارند، مانع عشق دیگران میشوند. اما مولانا به قول امروزی‌ها یک آب سردی روی دست همشون میریزه، میگه که ای مردمان از من نیاید مردمی. این مردمی که شما دنبالش هستید مثل آدم‌های خوب، صبح بره سر کار، مثل آدم‌های خوب، آدم‌های نمونه‌ای که در جامعه می‌بینیم، بره سر کار پول در بیاره، بعد بیاد ناهارشو با خانواده صرف کند، بعد بره یه چند تا کار جنبی هم انجام دهد، بعد شب شود و بخوابد، استراحت کند، دوباره صبح سرمو رو گنده حرکت کند و به سمت کار برود. کار برای خوردن، خوردن برای خوابیدن، خوابیدن برای کار کردن، و همچنان این دور معیوب همچنان ادامه پیدا کند. در جامعه ما به چه کسی میگن آدم خوبیه؟ کسی که با والا فلانی خیلی آدم خوبیه، با هیچ کی کاری نداره و نون زن و بچه‌شو میاد در میاره و زندگی میکنه، الحمدلله به خوبی و خوشی زندگی میکنند. این یعنی مردمی، مثل آدم زندگی کردن، مثل کسانی که واقعا میخوان اینجوری زندگی کنن. در برابر اینها کسانی هستن که مردمی از اینا بر نمیاد. اینا نمیتونن مثل بقیه باشن. اینها نمیتوانند صبح زود برون سر کار و همیشه این رو 30 سال این رو تحمل کنن و بعد از آن هی مسائل دیگر و مسائل دیگر. اینها از این وادی جدا هستند، دور هستند. بنابراین اینجا ختم کلام میکند، قائله رو مولانا ختم میکند، میفرماید که ای مردمان حواستون باشه، از من نیاید مردمی. دیوانه هم نندیشد آن کن در دل اندیشیده هم. حتی دیوانه که دیوانه هست، دیوانه خیلی افکار جالبی دارد دیگه. یکی از کارهایی که حالا مثلا اسکیزوفرنیایی یا شیزوفرنیایی یا هر کدوم که باشه، معمولا اینها آدمهای باهوشی هستن دیوانگان، که ذهنشون همیشه به دنبال چیزهای مختلف است. یک لحظه نسبت به یه چیزی فکر میکنه، لحظه دیگر به جای دیگر، و ثبات فکری و دقیقاً ثبات اندیشگی ندارند. به خاطر همین ما به آنها دیوانه خطاب میکنیم. شاعره بسیار بزرگ ایران و شهر ما تبریز و در حقیقت شعربانوی ایران، جناب پروین اعتصامی، در یک شعر بسیار زیبایی دارد، از زبان یک دیوانه نسبت به عاقلان سخن میگوید و اونجا میگه که ای عاقلان، شما دیدید من حرفهای درست و صحیح میزنم، بنابراین مرا وارد اسم دیوانه گذاشتید تا هیچ کس به حرف من گوش نکنه، و ثانیاً مرا در جایی حبس کردید تا اینکه سخنانم به گوش دیگران نرسد. شما بسیار دیوانه ترید با اون تعریف و من عاقلم. و همیشه دیوانگان آنهایی رو که میفهمند و حرفهای دگرگون میزنند اونها رو در بند میکنند. در افسانه‌های اروپایی هم هست که کسی بود بینا بود و بقیه اشخاص در آن دهکده کور بودند. شنیدید حتما که همه میگیرن این بینا رو داخل قفس میندازن و چشاشو کور میکنند، و در مورد حتی خدایان اساطیری یونان هم چنین قصه ای هست که چشم آن خدا رو، خدایگان یا آن خداگونه رو، اون اسطوره رو کور میکنن تا او هم نتواند ببیند. چون دیدن جرم است، چون فهمیدن جرم است، درک کردن جرم است، بنابراین نباید کسی ببیند. کورها با انسان‌های بینا مشکل دارند و سعی می‌کنند این بینا را هم کور کنند تا مثل هم باشند، تا اینها از خود ناراحت نشوند. به آن قلعه امن و آرامی که برای خود درست کرده اند کسی حمله نکند.
غیر عاشقان هم چنین هستند، غیر عاشقان همیشه خواستند یا عاشقان را مسخره کرده اند یا با عاشقان از سر ناسازگاری و تندی و خشونت برآمده اند و حلاج رو بردار کرده اند، نمیدانم نسیمی رو پوست بدنش رو کنده اند و بردار کرده اند، دیگران رو و دیگران رو و دیگران رو. دل را ز خود برکنده ام، با چیز دیگر زنده ام، عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیده ام. ای مردمان، ای مردمان، از من نیاید مردمی، دیوانه هم نندیشد آن کاندر دل اندیشیده ام. حتی دیوانه هم نمیداند که من چه در ذهن دارم، آنچنان دیوانه هستم، دیوانه تر از دیوانه هستم و مجنون تر از مجنون هستم. دیوانه کوکب ریخته، از شور من بگریخته، من با اجل آمیخته، در نیستی پریدم. کوکب ریختن، کوکب به معنای هر چیزی که روشن است و صاف است، معمولا مطلق اختر و مطلق ستاره رو کوکب گفتند و در قرآن هم هست، در سه جا در قرآن آمده است و دوستان می توانند مراجعه بفرمایند. در همه آنها هم به همین معنی است، کوکب به معنای ستاره درخشنده است که بوده است. کوکب ریختن ولی گویا اینجا منظور از این است که کوکب یک معنیش هم چشمه هست. کوکب تقریبا در زبان عربی معانی بسیاری دارد، بیش از شاید 35 معنی برای آن گفتند، 35 معنی مستقیم. حالا معانی مستقیم غیر مستقیم که بسیار است، حدود 35 معنی برای کوکب گفتند و کوکب اساسا لفظی عربی است، اما به معنای چشمه هم آمده است. شاید اینجا این هم مد نظر باشد. کوکب یعنی ستاره. وقتی که انسان گریه می کند، آن قطره‌ای که هست برق می زند و عرب از اون به قطره عشق هم استناد کرده است، و یا چشمه‌ای که در حال جوشش هست به او هم کوکب گفتند. از این جهت دیوانه کوکب ریخته یعنی دیوانه عشق می ریزد، دیوانه داره گریه می کنه. از شور من بگریخته، از شوری که من دارم چنان است که حتی دیگران از شور دیوانه می گریزند. این دیوانه، من چه دیوانه‌ای هستم که این دیوانه از من می گریزد و از شور من می گریزد. دیوانه کوکب ریخته، از شور من بگریخته، من با اجل آمیخته، در نیستی پریدم. اجل یک با عین هست به معنای عجله و سنوریکم علی اجل در قرآن هم هست، اون با عین است، و یک اجل هم به معنای مهلت، مدت و در حقیقت زمان مرگی است که برای انسان مقدر شده است و به دو نوع هست، اجل مسمی و اجل معلق، که اجل مسمی آن اجلی است که برای انسان تسمیه شده، نامگذاری شده و انسان مثلا در چه سالی خواهد مرد مشخص است. اجل معلق آن است که علاوه بر اجل مسمی ممکن است که اون اجل مسمی را تغییر دهد به سمت کمی یا زیادی، که باز بحث ما نیست، من رد می شدم. من با اجل آمیخته. انسان ها از اجل می گریزند، همه از مرگ می گریزیم و دوست داریم که هرگز نمیریم، و انسان اتفاقا وقتی که سنش بیشتر می شود به زندگی وابسته تر می شود و علاقمندتر می شود و دوست دارد که بیشتر بماند، چون که مزه زندگی برای او بیشتر شده است و مفهوم زندگی رو بهتر و عمیق‌تر درک می‌کند. و از این جهت است که میگن کسی که پیرتر می‌شود دنیاگیرتر می‌شود، دنیا دوست‌تر می‌شود و در این حال مرگ گریزتر می‌شود و دوست دارد که از مرگ فرار کند. عافیت طلب می‌شود، دوست ندارد که خیلی از آنجا که هست حرکتی بکند.
من با اجل آمیخته، دیگران از اجل فرار میکنن، من با اجل آمیخته ام، آمیزش دارم، همراه اجل هستم، با مرگ هستم، در نیستی پریدم. آنها که همه انسانها از نیستی به هستی میپرند، از نیستی به سمت هستی حرکت میکنند، دوست ندارند معدوم شوند، دوست ندارند از بین بروند، اما این به گونه دیگری است. در نیستی پریدن، باز پریدن اونجا مسئله است. پریدن شدت شتابش و حرکتی که دارد عمیق‌تر و سریع‌تر است. دیوانه کوکب ریخته، از شور من بگریخته، من با اجل آمیخته، در نیستی پریده ام. امروز عقل من ز من یک بارگی بیزار شد. روزی که مولانا این غزل رو گفته، روز خوشی بوده، روز زیبایی بوده است. امروز عقل من ز من یک بارگی بیزار شد. الحمدلله این اتفاق برای هر یک از ما بیفته که آن بسیار موقعیت زیبایی خواهد بود. امروز عقل من ز من یک بارگی بیزار شد. گفت بابا من هی به تو پند میدهم، هی نصیحتت میکنم، تو اصلا گوش نمیکنی، بدش کن، من اصلا تو رو رها کردم، نمیخوام. خواهد که ترساند مرا. میخواد این عقل من اومده میگه که من از تو بیزار هستم، تو رو میخوام ترک کنم. فکر میکنه که داره منو میترسونه، در حالی که من تو دلم هی میگم که دستت درد نکنه، تو رو خدا سریعتر من رو ترک کن، سریعتر از من دور شو، آخه تو چه فایده ای برای من داری؟ امروز عقل من ز من یک بارگی بیزار شد. خواهد که ترساند مرا، پنداشت من نادیده ام. فکر کرد که من کسی هستم که ندیده ام، رفتن عقل رو ندیده ام، و فکر میکند اگر عقل از من دوری کند برای من چه اتفاقی خواهد افتاد. هیچ اتفاقی میمونتر و مبارکتر از این نیست که عقل یک عاشق از او کناره بگیرد. هیچ مژده‌ای از این زیباتر نیست. مولانا شعرهای دیگری دارد که میگوید مژده دهید، مژده دهید که عقل فروهشت مرا، عقل من رها کرد. این عقلی که همیشه من رو به دفع مضرت و جلب منفعت میخواست، این من رها کرد. البته همینجوری که رها نمی کند. این تن یکی بیشتر جا ندارد، این کشور تن و ملک وجود یک پادشاه بیشتر نمی خواهد. یا پادشاه او عقل خواهد بود، یا پادشاه او عشق خواهد بود. اما بایستی این رو توجه کرد، آنها که می خواهند دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. سعدی گفت ده درویش در گلیمی بخسبند، دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. و حقیقت هم همین است، بسیار زیبا هم فرموده است. دو پادشاه در یک جا نیستند. اگر عاقلی بدان که عاشق نیستی، اگر از عقل هنوز در وجود تو بارقه هایی هست، بدان که هنوز عشقت به کمال نرسیده است. اصلا ممکن نیست در یک وجود هر دو باشند. کسانی که تاب عشق رو نمی آورند و یا از درک عشق عاجزند، هی دوست دارن این عقل و عشق رو به هم بچسبانند. مثل استاد بزرگ ما جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی که من شاگرد ایشون بودم، تو بحثاشون همیشه می خواهند که عشق رو به عقل بچسبانند، ولی ممکن نیست. یه روز خدمتشون بودیم، گفتن آقای دکتر شما یا عاشق نشده ای تا حال که میخواهی این عقل و عشق، این درک کردنی، این فهم کردنیه، این فهمیدنیه، چیزی نیست که انسان بتواند همینجور بگه. با عقل سازگار نمی آید. با عقل آب جو، با عشق آب عقل به یک جو نمی رود. هیچ وقت اینها با همدیگه قابل تقسیم نیستند. کسانی که یا عاشق نشده اند یا عشق رو درک نکرده اند، این عقل رو با عشق کنار هم میگذارند و بین اینها میخواهند ملائمت ایجاد کنند.
چون این چیزی ممکن نیست. بزرگان ما همه اینها رو گفتند. منظور اون البته از عقل کدام عقل است؟ قبلا سخن گفته ایم و تکرار نمی کنیم. عقل جزئی، عقل معاشندیش، عقلی که انسان رو برای دفع مضرت و جلب منفعت به خود می خواند. اما عقل کل که دیگر خود عشق است، عقل کل خود عشق است و اساساً با او هیچ بحث نداریم. خداوند عقل کل است و البته پیامبر اسلام عقل کل است و اینها با هم هیچ منافات ندارن. اما آن عقلی که عقل ابزاری که عقل چاره ساز است با عشق هرگز در یک جا جمع نخواهند شد. من خود کجا ترسم از او، شکلی بکردم بهر او، من گیج کی باشم ولی قاصد چون این گیجیدم. میگوید من که این عقل رو به چیزی نمیخرم و این عقل رو به چیزی نمیستانم، نه این است که من از عقل بیخبرم، نه این است که من ملازمات عقلیه رو درک نمیکنم. امام محمد غزالی آن مرد بزرگ وقتی که آمد کتاب تهافت الفلاسفه رو نوشت و کل فلسفه از جمله فلسفه اسلامی رو در هم پیچید، وقتی که آن کتاب رو نوشت هیچ کس سخنی نتوانست در برابرش بگوید. چرا که در فلسفه تمام بود. در فلسفه، در علم فلسفه برتر از همه اقران و اکوان خود بود. بالاتر از او در آن جهان، در زمان، در جهان اسلام بالاتر از او فیلسوفی نبود. به لحاظ همین آمد و فلسفه رو بسیار زیبا نقد کرد، از جمله نقدهایی که خود مولانا بر عقل، بر تفلسف و فلسفی اندیشیدن و بر تفکر فلسفی دارند و بسیار هم عظیم وارد کردند که هیچ کدام از این فلاسف هم نتوانستند تا به حال به او پاسخ دهند. در برابر تهافت و فلاسف، تهافت و تهافه نوشتند اما هرگز نتوانست. آن ایرادات، اشکالات اساسی که بر بنیان اندیشه فلسفی وارد شده بود هیچ کدام نتوانستند پاسخ بگویند. قصه این است که کسانی که معمولا عقل رو بر نمیتابند، عقل رو نمیپذیرند، تصور کردن بعضی ها که اینها از عقل محروم بودند یا روش عقلی نمی دانستند یا تفلسف و فلسفه جویی و فلسفه گرایی نمی دانستند. اما مولانا کسی است که خود که این همه مخالف است با فلسفه، فلسفه رو از همه اقران اکفان خود، از همه اطرافیان خود، از همه کسانی که در آن زمان بودند از همه بهتر می دانست. و از این جهت ما می توانیم بپذیریم کسی که یک اندیشه رو کامل نداند که نمی تواند او رو نقد کند. کسی که کاملا احاطه کامل دارد می تواند راجع به آن سخن بگوید. و اینا چنین بوده اند. من خود کجا ترسم از او، شکلی بکردم بهر او. من یک شکل، یک حالت معین، یک حالت خاصی برای او در خودم ایجاد کردم. من خود رو فیلسوف نشان دادم و به قول امروزی ها فلسفیدم، فلسفه بافی کردم تا بدانن که چنین نیست که ما از فلسفه بی خبریم و بی اطلاعیم. این که میگوید پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، دلایلی میاره، با الفاظی سخن میگوید که ما بفهمیم که او از خیلی ها که ادعای فلسفه دارند بیشتر فیلسوف است و از خیلی های دیگر به امور فلسفه آشناتر است. اما این روش رو نمیپسندد. در برابر روش عاشقانه، در برابر روش عرفانی، روش فیلسوفانه رو نمیپذیرد. من خود کجا ترسم از او، شکلی بکردم بهر او. شکل چیزهایی که انسان به وجود می آورد. همین اعراب گذاری رو هم شکل میگویند. انسان که می نویسد یک تراوشاتی رو در اطراف خطوط به وجود می آورند، به اون هم شکل می گویند. شکل یک نهاد و یک نمادی که انسان ها به وجود می آورند. من گیج کی باشم ولی
قاصد چون این گیجیدم. قاصد یعنی قصدن، از روی قصد، از روی عمد آمدن و قاصدن چون این خود را به گیجی زدم. من خیلی خوب میفهمم که آن فیلسوفان چه میگویند، خیلی خوب درک میکنم که فلسفه چه میگوید، بهتر از کسان دیگر میفهمم، اما این رو نمیتوانم بپذیرم، به عنوان راه رسیدن به حقیقت این رو نمیتونم قبول کنم. این گیجیدن و سوزیدن و اینها هم میدونید دیگه، اصلا تازه است، قبل از مولانا کسی چنین قوافی رو استفاده نکرده است. اصلا از لحاظ ادبیات شاید اینها رو گیجیدن و سوزیدن رو خیلی درست ندونن. او رو سوختن گفتن، سوزیدن رو سوختن گفتن، و گیجیدن هم شما چیزی دارید که اخیراً بعضی از شاعران نوگرا میخوان که به این الفاظ استفاده کنن و خود رو نوگرا مینامن، در حالی که چند صد سال پیش مولانا از اینها استفاده کرده. و البته من نمیخوام وارد بحث ادبی بشم که از لحاظ ادبی ما این رو تحلیل بکنیم که واقعاً این شعر یک شعر سورئال هست، بسیار شعر عمیق و عظیمی است که از هر لایه‌های او لایه‌های دیگری به وجود می‌آید، و واقعاً اگر برای این یک غزل یک کتاب قطور نوشته شود، شاید نتواند آن شرایط خاصی رو که این داره او رو تحلیل بکنه. بسیار موارد عظیم و زیباست، ولی ما چنان در اندیشه‌های مولانا غرق شده ایم که فرصتی نمیابیم به اون توجه بکنیم، مگر روزی دیگر و تاریخ دیگر و فرصتی دیگر که بتوانیم نسبت به این مسئله بحث کنیم. من گیج کی باشم ولی قاصد چون این گیجیدم، از کاسه استارگان و از خون گردون فارغم، بحر گدارویان بسی من کاسه ها لیسیدم. خب مولانا باز ببینید چه عظمت تفکری دارد. کاسه ستارگان، ستارگان رو به کاسه‌ای تشبیه کرده است که از آن نور فرو می‌ریزد و قوت انسان‌ها فرو می‌ریزد. و از خون گردون فارغم، این گردون که می‌چرخد من از خون او فارغ هستم. چرا که گردون همون گردون خونخوار و خونریز است دیگه، خونی که گردون می‌ریزد، خون پاکان رو گفتن که گردون خون پاکان رو می‌ریزد، و کاسه ستارگان است که خون گردون رو در خود می‌گیرند و این رو به کسانی می‌بخشند، و این کاسه های خون رو به کسانی می‌بخشند که اینها از عشق دور هستند، همون کاسه های غم اندوهی که به ما می‌نوشانند، همین غم هایی که ما هر لحظه از این دنیا میخوریم. غم خوردن، البته این رو هم بگیم، غم خوردن در یک حالت کلی اشکالی ندارد، مهم این است که غم چه رو بخوریم. غم خوردن ذاتاً نه خوب است نه بد، گریستن ذاتاً نه خوب است نه بد، خندیدن ذاتاً نه خوب است نه بد، مهم این است که ما برای چه میخندیم، برای چه میخندیم، برای چه میگریم، اینها مهمه. غم اصلا بد نیست، بعضی ها غم رو مطلقا بد میدانن، نه، غم که غم متعالی باشد، غم که برای معشوق باشد بسیار زیبا و مستحسن است، اما غم برای امور نازله و فاسده و اموری که خیلی سطح پایین است، این بسیار زشت است. و غالب غمهای ما انسانها و مردمان هم چیست؟ ما ها غم چه چیز را میخوریم؟ غم روزی رو میخوریم که نباید بخوریم، غم شغل میخوریم که نباید بخوریم، غم زندگی رو میخوریم که نباید بخوریم. عرفا گفتن این غمهای حقیر و این غمهای پس رو کنار بگذارید، خود رو با غمهای برین آشنا کنید. غم برین چیست؟ غم جدایی از حضرت محبوب و معشوق است. اگر این غم باشد، این غم از هزار شادی بهتر است. گریه‌ای که برای شوق باشد و برای معشوق باشد از هزار خنده بی ربط بهتر است.
اما اینها بایستی در جایگاه خود و در مسیر خود معین شوند. از کاسه استارگان و از خون گردون فارغم، بحر گدارویان بسی من کاسه ها لیسیدم. کسانی که گدارو هستند، کسانی که گدایی در ذات آنهاست. مولانا گدارو رو کسانی میگوید که دنبال زندگی مادی هستند. در جاهای دیگه هم داره، من مثال هایی رو هم فراهم کرده بودم براتون بخونم، فرصتی نیست رد میشم. و اما به طور کلی این است که گدارو کسی است که ممکن است خیلی هم داشته باشد ولی گدارویی داره. میگن به گدا هر چقدر بدی کفایت نمی کند، هر چقدر به گدا بدهی. بعضی گدا هستن، بعضی گدارو هستن. به گدا اگر چیزی بدهی شاید قانع شود، ولی گدارو هرگز قانع نخواهد شد. زمین و زمان رو، آسمان و جهان رو بهش بدهی قانع نخواهد شد. این گدارو یعنی کسی که اهل قناعت نیست و البته صفت زشتی هم هست. بحر گدارویان بسی من کاسه ها لیسیدم. کاسه لیسیدن کار گدایان بوده است، منتها آنچه که این گدایان می آمدن، کاسه لیسیدن یعنی آنچه که در کاسه بوده است این رو هم دیگران می خوردند و اون تهمانده قضا که می مانده به عنوان کاسه لیسیدن مطرح بوده. مولانا می گوید که جهان که این همه غم آورده، جهان که این همه گدایی آورده است، من این گداگونگی رو کنار گذاشتم، گدارویی رو کنار گذاشتم، در شکل و ظاهر دارم من کاسه لیسی میکنم تا اینکه این گدارویان به سراغ من نیایند. قلندر یه گروهی بودن که اینها به خاطر اینکه معتقد بودند تا مردم از اینها دور نشوند اینها به خدا نخواهند رسید، فرقه ای از عرفا بودند، حتما مستظر هستید و حتما اطلاع دارید. این قلندر یه کارهای خاص میکردند. مثلا یک دفعه مثلا سر و صورت و ریش و چشم ابرو و اینها رو میزدند و بیرون میرفتن با یک لباس عجیب و غریب که مردم میگن بابا این چه خبره، این چیه، این چه کاریه. مردم اونها رو از خودشون دور کنن و اینها وقتی که متعون مردم و مذموم مردم واقع شدن و مردم اینها رو از خود راندند و از شهر و از دیار و از خانواده به دور انداختن، اینها بگن خب ای قلندر، دیدی که این مردم کاری با تو نداشتن، تو رو رها کردن، پس هیچ فایده ای در این مردم نیست، برو به سمت خدا. و اینها حالا کار درستی بوده یا غلطی بوده من با این کاری ندارم، من بحثم در این نیست، اما این روشی بوده است برای اینکه اینها بتوانند به خدا نزدیکتر شوند. در اینجا هم چنین است، عده‌ای کاسلیسی میکنن تا اینکه گدارویان ببینن که بابا این چیزی نداره، ول کنن برن. گدارویان چه کسانی؟ گدارویان معنوی، گدارویان معنوی که هی می آیند سوال می کنند، هی از معنویت سخن می گویند. اگر خواستی بهشان جواب بدهی می بینی که این اصلا دنبال سوال نبود، دنبال جواب نبوده است، این فقط برای مطرح کردن خود آمده بوده و چون این سخنی گفته. مولانا اینجا این مسئله رو می فهمد. از کاسه استارگان و از خون گردون فارغم، بحر گدارویان بسی من کاسه ها لیسیدم، من از برای مصلحت در حبس دنیا ماندم. این همین کار اولیاست، اولیا برای مصلحت در این جهان ماندند، چون هیچ دوست ندارند. چه چیزی ولی الهی رو شاد میکند؟ سلطان الاولیا حضرت علی علیه السلام به چه چیزی از این جهان شاد و راضی بود؟ چه چیزی میتوانست او رو راضی کند؟ فرمان روایی ربع مسکون آن زمان، سه چهارم جاهایی که انسان در آن زمان ساکن بوده است در ید قدرت علی ابن ابی طالب بود، سه چهارم. مشهور است که در جهان تا کنون هیچ کس به اندازه حضرت علی بر جایگاه و بر سرزمین بزرگی خلافت و حکومت نکرده است. آنگاه که به او میگویند که این کفشات خیلی پاره شده، خیلی کهنه شده است،
نشسته بود، ابن عباس اومد بهش گفت، داشت کفشش رو بسته میزد وقتی که در حقیقت فرمان روای سه چهارم آن زمان بود که همه چیز در دست او بود، داشت پینه میبست، اون پینه میزد، گره میزد این کفشش رو. ابن عباس میگوید رفتم خدمتش، گفت که گفتم بابا این کفش عوض کن، این چیه دیگه، همه مسخرت دارن میکنن که ببین مثلا این خلیفه مسلمین جهان چگونه داره میکنه. سرش رو بلند کرد گفت ابن عباس این کفش به چقدر میارزه؟ گفت والله، میگه گفتم به خدا هیچی نمیارزه، اگه به کسی بدی که اینو بندازه بیرون این ثواب کردیم، اینو هیچ کس هیچ. گفت به خدا والله الذی نفس و علی ابن ابی طالب بیده، قسم به خداوندی که نفس علی در قبضه قدرت اوست، ان دنیا کم هذا احون و اندی من عطفتن، همانا این دنیای شما از آب عطسه بز بیمار نزد من کمتر است. در جای دیگر میگوید به خدا سوگند این دنیای شما با همه آن از این بند این کفش بی مقدار هم کمتر است. به حقیقت هم است. این برای چه در این دنیا میماند؟ این برای مصلحت. از برای مصلحت در حبس دنیا مانده ام. حبس از کجا؟ من از کجا؟ مال کرا دزدیدم؟ دزدا رو میبرن حبس میکنن، من کجا؟ من که مرغ باغ ملکوت هستم، من اینجا چرا حبس آمدم؟ چرا در حبسم من؟ جایگاه من این جهان نیست، جایگاه من این زندان دنیا و این زندان تن نیست، اما چاره‌ای ندارم، برای مصلحت آمدم، آمدم تا عدبه انسانهای دیگر رو از حبس تن برهانم، آمدم انسانهای دیگری رو از اسارت وجودشان و از اسارت منها برهانم و اونها رو به علایلیگین هدایت کنم. در حبس تن غرقم بخون، میگه تو این بدن حبسم. این محبوسیت رو احساس میکنید از کلام مولانا؟ این حبس رو احساس بفرمایید. در حبس تن غرقم بخون، ما همه وجودمون پر از خونه، این بدن ما رو درک بکنیم که این بدن محبوس کرده است روح اعلا و عظیم ما رو. در حبس تن غرقم به خون، تمام وجودم خون، خون و چرک و این هاست، و از اشک چشم هر هرون دامان خون آلود را در خاک میمالیدم. هرون اسب توسن رو میگن، اسب سرکش، اسبی که رام دنیا نشود، اسبی که رام کسی نشود و نتوانند سوارش بشن، اسبی که سواری ندهد بهش میگن هارون. مولانا میگه من مانند آن هارون هستم که سواری به دنیا نخواهم داد، دنیا نمیتواند بر گرده من سوار شود، دنیا نمیتواند مرا اسیر کند، اندکی آمدم تا عده ای از انسانها رو با خود ببرم به اعلای دیگین، هدف من همین است. ولاغه دامان خونالود را در خاک میمالیدم، این دامن خونالود را هی در خاک، خون ما هم از خاک است، وجود ما از خاک است، میگوید اینها رو من هی دارم میمالم. همون بحث سورئال که گفتم، اینجا فرصت است من اینها رو توضیح بدم که همین قصه هست. اینها رو بایستی با فکر دیگر خواند، یعنی اگر شما معمولی بخوانید هیچ مفهومی اینها نخواهند داشت، اما اگر از لحاظ متون شبیه متون سورئال بخوانید، فراواقعیت بخوانید، آن وقت اینها تا حدودی قابل درک خواهد بود. البته کسی که تجربه ندارد اینها رو هرگز درک نخواهد کرد، و کسی هم که تجربه دارد نخواهد توانست آن را به شما بگوید. اصلا ممکن نیست که این سخنان رو نمیشود بر زبان آورد، این سخنها بدیست، زبانی نیست، با زبان نمیتوان حق مطلب رو ادا کرد. مانند طفلی در شکم من پرورش دارم ز خون، یک بار زاید آدمی من بارها زاییدم. بچه‌ای که در شکم مادر است و طفلی که خون می‌خورد،
مولانا هم گفته تا جنینی سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. میگوید که این سختگیری و تعصب رها کن، اگر به این کودکی که داره خون میخورد به او بگی که چیزهای بسیار زیبایی بیرون هست، گوش نخواهد کرد، چون با عقل او سازگار نیست. خواهد گفت دنیا همین دنیاست و لا غیر، و خارج از این دنیایی نیست. میخوان بگن تو متولد خواهی شد، از این جنین وفات پیدا خواهی کرد و به سوی او متولد خواهی شد. عقل نوزاد، عقل کودک، عقل طفلی که در بطن مادر است، خواهد گفت نه بابا دنیا همینجاست، تا آخر خون خواهی خورد و در مایه بطن مادر شناور خواهی بود و غوطه خواهی خورد و لذت خواهی بود. اما اگر بداند که وقتی رها شد چه دشتهای فراخی و چه باغهایی، چه بهشتهایی در بیرون هست، چه خوردنیهای زیبایی، چه شهدها و شکرها هست، چه شیرهایی هست، هرگز آن به اون خونخوری خود را عادت نخواهد داد. ما اکنون مانند همان جنین هستیم برای روزگار دیگر و زندگی دیگر. ما اکنون داریم همین کار را انجام میدهیم، یعنی داریم خون میخوریم. هی به ما اولیا به ما میگویند تو از اینجا نیستی، این ناف وجودت رو ببر از این دنیای فانی، از اینجا رها شو. من میگویم با عقلی که دارم جهان دیگری نیست، جهان همین است که هست، زندگی که باید کرد همچنین که هستیم، کار باید کرد برای خوردن، خورد برای خوابیدن، خوابید برای توان کار کردن، و همچنان این چرخ ادامه. یک بار زاید آدمی، من بارها زاییدم. این از چیز عجیبیه، این از اون سخنانیست که اولیا یک بار زاده نمیشوند و گفتند و مشهور است که اولیا الهی یک بار زاده نمیشوند، اینها چندین بار زاده میشوند. حتی در افکار شیعی ما هم بحث رجعت و مباحث دیگر ناظر به همین مطلب است که الان فرصت ندارم من رد میشم. چندان که خواهی در نگر، در من که نشناسی مرا. مولانا میگوید ای کسی که میخواهی مرا بشناسی به من نگاه کن، چندان که خواهی در نگر، هر قدر میخوای نگاه کن، در من که نشناسی مرا، تو منو نخواهی توانست بشناسی. زیرا از آن کم دیده، کم یعنی که مرا، که مرا که اینجا مخففه، زیرا از آن کم دیده ای، از آن که مرا دیده ای، من صد صفت گردیدم. بسیار زیباست، بسیار عجیبه، قابل توضیح نیست. من هر لحظه صفتهایم گردیده است، من دچار دگرگونی هستم، هر لحظه من گونه دیگر هستم. در محضر علامه جعفری بودیم، یکی از این عباد و زهاد که در حضور ایشان بود و ایشان هم داشت راجع به مقام وحدت وجود و راجع به خداوند سخن می گفت، من هم در ردیف اول همیشه می نشستم در دانشگاه تهران، ایشون سخنی گفت و برای یک عده این سخنان سنگین آمد، نتوانستم بپذیرم. بعد یکی اجازه خواست و یه 20 دقیقه راجع به خدا سخن گفت، گفت خدا چنین است و خدای فیلسوفانه و خدای فقها رو بیان کرد که خدا چنین است و چنان است. بعد وقت تمام شد، به من استاد فرمود که چقدر وقت مانده است. گفتن که استاد وقت تمامه ولی شما بفرمایید ما هستیم. معمولا نیم ساعت یک ساعت بیشتر میگذشت و ایشون هم ساعت رو فراموش میکرد، ما هم ساعت رو به فراموشی میسپردیم و گوش میکردیم. سه ساعت چهار ساعت ایشان سخن میگفت و ما در محضرشون تلمذ میکردیم. ایشون وقتی اینها رو شنید خیلی متأثر شد، تکیه کرد به اونجا، یک بیت شعر فرمود که همه حتما اون رو شنیدید. بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری،
بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری، هر لحظه مرا تازه خدای دگر هستی. بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری، هر لحظه مرا تازه خدای دگر هستی. همه موندیم دیگه، هیچ، سکوت کامل. و اون شخص مدعی هم رفت و به هر حال قصه تمام شد. این که واقعا وقتی خدا هر کل یومن و فی شأن است، کسی که فانیه در خداوند است هر لحظه صفتی خواهد گرفت. صفت گاهی صفت قهر خدا رو در خواهد گرفت، گاهی صفت رزاقیت خدا رو خواهد داشت، گاهی صفت رحمانیت او رو در خود خواهد گرفت. هر لحظه به صفه، هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد. این هر لحظه در حالتی دیگر و دگرگونی دیگر است. چندان که خواهی در نگر در من که نشناسی مرا، زیرا از آن که دیده ای من صد صفت گردیده ام. وقتم داره تموم میشه، من اگر با سرعت میخونم عذر میخوام از صورتون. در دیده من اندر آو و از چشم من بنگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگهی بگزیده ام. میخوای اگه منو پیدا کنی باید در درون چشم من درایی و با من از دید خود نگاه کنی، زیرا برون از دیده ها منزلگهی بگزیدم. منزلگاه عاشقان جایی است دور از دیدگاه غیر عاشق. غیر عاشق نه میتواند و نه حق دارد عاشق را ببیند و بشناسد. غیر عاشق فقط به شکلی و ظاهری از عاشق باید بسنده کند. غیر عاشق حق ندارد در حیطه عاشقی و عشق قدم بردارد. او هم محروم است، او هم محروم است از عاشقی. تو مست مست سرخوشی، من مست بی سر سرخوشم. یعنی سر، تو سر داری و شراب خورده ای، مست شده ای. من بدون سر و بدون شراب سرخوشم. تو مست مست سرخوشی، من مست بی سر سرخوشم. تو عاشق خندان لبی، من بی دهان خندیدم. همه اهل معرفتید، من دیگه بذارید نرو ترجمه نکنم، تو این شعر زیبا رو خراب نکنیم. من طرف مرغم که از چمن با اشتهای خیشتن بی دام و بی گیرنده ای اندر قفس خیزیدم. من مرغ طرفه، یعنی عجیب، شگفت انگیز، من یک مرغ طرفه ای هستم. مرغا همه آزادی میخواهند، همه میخواهند از قفس رها شوند. من به قفس دوست خود را گرفتار کردم. من در حضور دوست در قفس رفتم، چرا که چون اوست مرا دیگر به چیزی حاجت نیست. سعدی هم فرمود هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی. همه گفتن سعدی چرا نشستی تو خونه حرکت نمی کنی؟ دیگران بهار است و باغ و بوستان اونجا انتظار شما رو می کشد، شما چرا نمیری؟ گفت من اینجا با خودم و با خدای خودم و با معشوق خودم خوشم. این بی سر سر خوش بودن یعنی، زیرا قفس با دوستان خوشتر ز باغ و بوستان، بحر رضای یوسفان در چاه آرامیدم. این یوسف های تن، یوسف های عشق، یوسف عرفان درون چاه هست. من این چاه دنیا رو به واسطه این چند نفر برگزیدم، به خاطر چلبی و به خاطر شمس و به خاطر دیگران، این یوسف صفتان و یوسف چهرگان حقیقی، به خاطر اینها من این چاه دنیا رو تحمل می کنم. به خاطر چند نفر است؟ به خاطر همینه که عرفا خیلی اهل محفل بودند و اصلا وجود خانقاه ها و اینا به همین دلیل است که اینها جمع شوند و با همدیگر مراوده داشته باشند، از عشق بگویند با کسی که عشق را می فهمد، وگرنه کسی که عشق را نمی فهمد چگونه می توان با او از عشق سخن گفت؟ چون کرم پیله در زخم او زاری مکن، دعوی بیماری مکن،
صد جان شیرین دادم تا این بلا بخریدم. اگر زخمی از جانب دوست میرسد زاری نکن، دعوی بیماری نکن، نگو که نگارا مثلا چشم تو مرا بیمار کرده است. صد جان شیرین دادم تا این بلا بخریدم، صد جان از درون خودم، صد جان که زاییدم، گفت من چند بار زاییدم، هر کدام از این جانها رو دادم و تا این بلا بخریدم. این بلا به ارزانی نیست. کسی ابراهیم ادهم رو دید، ابراهیم ادهم درویش رو دید، عطار در تذکرت اولیا میگوید دید که زاری میکند می نالد درویش، عارفی رو دید که می نالد، گفت چرا می نالی؟ گفت که ایچی، به هر حال عشق مرا به قول معروف از خود بیرون آورده است و ناله میکنم، زاری میکنم. گفت پندارم که درویشی را ارزان خریده ای. جواب داد یا شیخ، مگر درویشی را خرند؟ درویشی عارفی رو گفت تو ارزان خریده ای، عرفان رو خیلی ارزان خریده ای. گفت مگر عرفان رو هم میخرم؟ خب کسی میره مثلا تو این مزه. گفت باری من به مملکت بلخ خریدم و سخت ارزان خریدم که بیش از این میارزد. ابراهیم ادهم کسی بود که سلطنت بلخ رو رها کرد و اومد و درویش شد و عارف شد. گفت باری من به مملکت بلخ خریدم و سخت ارزان خریدم. این عشق ارزشش خیلی بیشتر از این هاست که بیشتر، بسیار بیشتر از این ها میارزد. اما کسی که قدر خود رو نداند نخواهد دانست که این چقدر عظیم است. در زخم او زاری مکن، دعوی بیماری مکن، صد جان شیرین دادم تا این بلا بخریدم. چون کرم پیله در بلا در اطلس و خز می روی. این لباس های اطلس، لباس صاف و ساده ای که معمولا از ابریشم می ساختن، همین ساتن هندی یا ساتنی که شما الان می گید همون ساتنه که اطلس بهش می گفتن و قصه هایی داره، فرصت نیست من توضیح بدم. خز هم که از یک حیوانی هست که بسیار حیوانی شبیه سمور هست که بسیار پوست نازک و زیبایی داره و قدما و آنهایی که بسیار پولدار بودن از آنها برای خود لباس تهیه می‌کردند. چون کرم پیله در بلا در اطلس و خز میگه تو مانند کرم پیله هستی که لباس می‌پوشی. این لباس‌ها برای تو پیله است، خود خواهی مرد درون این لباس‌ها و لباس به تو ارزش خواهد داد. تو کسی هستی که به لباس بیشتر از درون خودت اهمیت می‌دهی، به دندان مسواک زده و به شامپوت بیشتر از کتابت اهمیت میدهی، به مسواکت، به خمیر دندانت، به شامپویی که استفاده میکنی، به لباست بیشتر از کتابت اهمیت میدهی. بشنو ز کرم پیله هم کندر قبا پوسیدم. من این قبایی که دارم، من درون خود دیگر نیستم و هرچه هست همین قباست. اشاره هست به مافی جبتی الا الله که شیخ بایزید گفت. پوسیده ای در گور تن، رو پیش اسرافیل من، که از بهر من در سوردم، که از گور تن ریزیدم. این بدن رو به گور تشبیه کرده، میگوید این آدم که در گور میریزه دیگه، در گور جسم انسان میریزه، بعد از مدتی از بین میره. میگه من فعلاً خودم در این گور تن ریخته‌ام، ریزیده‌ام و از بین رفته‌ام، از خود فانی شدم. خب باز که باز فرصت نشد من راجع به باز و شهباز حتما باید با شما سخن بگویم. از نظر عرفا بسیار مسئله مهمی است و مولانا به این حیوان بسیار علاقه‌مند است و موارد متعددی رو اونجا بیان کرده. اما باز در حقیقت همان حیوان شکاری و پرنده شکاری است که عرفا به چند دلیل به او بسیار علاقمند هستند و او رو بهش توجه میکنند. نی نی چو باز ممتحن، بردوز چشم از خیشتن، مانند طاووسی نکو من دیبه ها پوشیدم. دیبه همون دیبق است که بعدا در فارسی قاف رو تبدیل به الف کردن شد دیبا.
اصلش همون دیبق عربی است و قاف رو گاه به ها تبدیل کردن، شده دیبق شده دیبه، و یا بعضی وقتا مانند موارد دیگر که قاف رو از عربی وقتی خواستن مفرس بکنن به فارسی بیاورن، قاف رو عوض کردن به الف، همون شده دیبا. همان است دیبا در برابر اطلس است. دیبا آن است که رنگ و رنگ‌های فراوان داشته باشد، اما اطلس چیزی است که یک رنگ باشد و رنگ‌های گوناگون ندارد. پیش طبیبش سر بنه، یعنی مرا تریاق. تریاق هم پادزهری است که اطبای قدیمی می‌دادند، تریاق عقل. تریاق یعنی این که انسان رو از خود بیرون کند. کسی که عاقل است باید به او پادزهر داد تا این زهر عقل کم کم از وجود او رخت بربندد و کم کم وجود او رو ترک گوید. زیرا در این دام نزه من زهرها نوشیدم. نزه یعنی منزه، پاک. دامی که هیچی نیست، هیچ چیز بد و غلطی نیست، هیچ سبزه و سبززاری در اون نیست، به آن میگن نزه، همان نزیه و پاک، منزه از همون هست. من زهرها نوشیدم، چون زهر نوشیدم منو تریاق بده. تو پیش حلوایی جان شیرین و شیرین جان شوی، زیرا من از حلوایی جان چون نیشکر بالیدم. حلوا هر چیز شیرین رو میگن، البته به چیزی که از آرد و روغن و عسل درست میکردن هم به اون هم حلوا میگفتن، که الان هم معمول هست در بین ما. تو پیش حلوایی جان شیرین و شیرین جان شوی، زیرا من از حلوای جان چون نیشکر بالیدم. میگوید این نیشکری که میبالد، نه اینکه حلوا از نیشکر است، این نیشکر از اون حلوای جان است، از اون حلواده ازل، از آن خداوند است که همه شیرینی ها از جانب اوست. عین تو را حلوا کند به زان که صد حلوا دهد، من لذت حلوای جان جز از لبش نشنیدم. خیلی زیباست، میگه چشم تو را شیرین میکند، که به هر چیزی که میبین نگاه میکنی شیرین در نظر بیاد. عین تو را حلوا کند به زان که صد حلوا دهد، من لذت حلوای جان جز از لبش نشنیدم. حالا نمیگه من نچشیدم، حلوا رو باید چشید تا لذت داده. این میگوید حلوا رو من نشنیدم، شیرینی رو نشنیدم. همون بحث فراواقعه که عرض کردم. خاموش کن کندر سخن حلوا بیفتد از دهن، بی گفت مردم بو برد زانسان که من بویدم. این چنان که من دارم بوی حلوا میدهم، مردم این بو رو درک خواهند کرد و خواهند فهمید. لازم نیست من چیزی بگویم، این گفته ها از اضافه هست. وقتی که کسی اهل حلوا باشد، حلوا فروش باشد، اهل عشق و عرفان باشد، به یک نظاره به چهره او میتوان فهمید که او اهل عشق است و عاشقان دیگر نیازی به سخن ندارند. هر غوره ای نالان شده که شمس تبریزی، بیا این غوره ها رو حلوا کن. غوره هایی که بعدن چون از شیره انگور هم حلوا می ساختن این. هر غوره ای نالان شده که شمس تبریزی، بیا کز خامی و بی لذتی در خیشتن چغزیدم. چغزیدن یعنی در خیشتن اندوهگین بودن و در خود فرو رفتن و در خود لابه و انابه کردن است. از اینکه حوصله فرمودید بسیار سپاسگزارم.